گرین یا به زبان محلی گاهچال از رشته‌کوه‌های مهم زاگرس در استان لرستان بوده که در شمال شرقی شهرستان دلفان واقع شده است و مرتفع‌ترین کوه نزدیک به این شهرستان می باشد. و اما صدای گام‌های استواری که به سوی گرین برای تلاش و زندگی در حرکتند. هم سفر می‌شویم با گام‌های مردمانی که در کوه گرین به دامداری مشغولند، برای به تصویر کشیدن گوشه ای از زندگیشان در دل این رشته کوه عظیم. گرین همچون هر کوه سترگی فقط مجال کوه پیمایی به شکل پیاده روی را برای انسان ها قائل است و امکان تردد وسایل نقلیه امروزی تقریبا در هیچ کجای آن امکان پذیر نیست. گلداران بیشتر مایحتاج زندگی خود را به وسیله چهار پایان به این کوه حمل و نقل می کنند. صعب العبور بودن راه‌ها یکی از خصوصیات بیچون و چرای طبیعت است که آبرینش را پیوسته به زحمت می‌اندازد. در مقابل سختی‌هایش زیبایی و شکوهش را هم نمایان می‌کند. سرانجام بعد از طی مسافتی که حدود 3 ساعت به طول انجامید، تقریباً به ارتفاعات بالای کوه پا می نهیم. برای رفع خستگی دقایقی را توقف می کنیم و با این کار هم نفسی تازه کرده و هم نظارگر طبیعت اطراف کوه می شویم.
در بلندای کوه‌ها وقتی انسان به سرزمین‌های پایینش نگاه می‌اندازد، حقارتش در مقابل طبیعت را با وضوح بیشتری احساس می‌کند و عظمت و اقتدار آفرینش بیشتر از هر جای دیگری برایش آشکار می‌شود. عظمت و تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی این کوه بیشتر از آن است که ما بتوانیم تمامی آنها را به تصویر بکشیم. به جز چند گونه انگشت شمار که آن هم به طور تصادفی در سر مسیرمان قرار گرفتند. حیواناتی چون خرس، گرگ، کل و بز، قوچ و میش، روباه و گونه‌های چشمگیری از خزندگان و پرندگان در پناه این کوه زیست می کنند. غارهای متعدد اطراف گرین جزئی از زیبایی ها و جذبه های این کوه به شمار می روند. بعد از گشت و گذاری کوتاه در ارتفاعات به مکان سکونت گلداران که سوژه اصلی من هستن می رسیم تا از نزدیک شاهد چرخی زندگیشان باشیم و گوشه ای از آن را مورد کند و کاو قرار دهیم. زندگیتون لبریز از شروع می شود سنازیزم نبک رسده بردیم. علی‌رغم این که دلفان به سرزمین چشمه ها معروف است، اما خشکسالی های پیوسته این دهه های اخیر باعث شده است که بزرگترین مشکل این کوه نبود چشمه و آب باشد. اما چیزی در اینجا هست که زندگی را به جریان انداخته است. برف.
برف در برخی از نقاط کوه تا اواسط تابستان شاید هم بیشتر پابرجاست و تنها این برف ها هستند که با ماندگاریشان آب اینجا را تأمین می کنند. در فاصله ای حدود 500 متر از محل اتراقشان قطعه بزرگی از برف در ارتفاعات وجود دارد که آب حاصل از ذوب شدن این برف مورد استفاده آنها قرار می گیرد. اما این برف چگونه مورد استفاده گلهداران قرار می گیرد؟ برای مشاهده این کار با یکی از گلهداران به نقطه ای که برف در آنجاست می رویم. ابتدا باید از شکافی که در دل سنگ حفر شده عبور کرد تا به زیر برف و مکانی که آب حاصل از ذوب آن از آنجا منشأ می گیرد عبور کنیم. البته که عبور از این شکاف کمی دشوار و خطرناک است. بعد از گذر از شکاف به مکان ذوب شدن برف می رسیم و اینجاست که صورت عینی کار آشکار می شود. همانطور که می بینید آب حاصل از ذوب شدن برف روی تخت سنگی جاری و در مسیر سرازیر شدنش ظرفی گذاشته شده که به آن می ریزد. نقطه ای از این ظرف سوراخ شده و شلنگی به آن متصل می شود که آب را به پایین تر و به محل زندگی گلهداران انتقال می دهد. طول این شلنگ حدود 500 متر است. شیب تند مسیر باعث شده است شلنگ آب را به خوبی به پایین سرازیر کند. به هر حال انجام این کار در چنین شرایط سختی قابل تقدیر است.
یکی از مرارت‌های بی‌وقفه این کار این است که هر چند روز یک بار یکی از گلداران باید به اینجا سر بزند، چرا که ممکن است قطعی از برف از بالا به پایین سقوط کرده و شلنگ و دیگر وسایل را از مسیر مهار آب منحرف کند. به هنگام شب جریان انتقال آب تقریبا قطع می شود، چرا که شب سرد بوده و ذوب شدن برف متوقف می شود و با شروع روز و گرما مجدداً به جریان می افتند. در حین بازدید از کار، خود راهنما که یکی از گلداران است، آواز محلی یا به قول لکزبانان هوره سر می دهد. آواز و ادبیاتی اساطیری که ریشه در دل تاریخ دارد و قدمت آن به زمان زرتشت و سرایش گادها برمی گردد. همانطور که مشاهده می شود، آب از اینجا و در دل این سنگ ها تا آن نقطه در پایین توسط این شلنگ منتقل می شود. و سرانجام به گودال‌ها یا حوضچه‌هایی که برای ذخیره این آب حفظ شده اند می‌رسیم. و همانطور که مشاهده می‌شود، آب حاصل از ذوب برف به این حوضچه‌ها ریخته و ذخیره می‌شود. در بستر این حوضچه ها ورقه هایی از نایلون مساوی با ابعاد آنها کار گذاشته و به اطراف پهن شده است که این کار باعث می شود آب به داخل زمین نفوذ نکرده و به هدر نرود. و بدین ترتیب با جاری شدن این آب زندگی هم در اینجا جریان می‌یابد.
تو.